Aman Yakub-ı Vatan parandeyi pardarhum. Vatan felat-ı şehidan şehr. Vatan haka ve sar şud. Vatan terane-i tenhayi. Şehid rو بارها بهتون گفتم. کسی که مثل وقتی به مثل محسا رو میزنن میکشن، محسا جانباز نیست، با جانش بازی نکرده بره بکشه که بخواد کشته بشه، رفته دفاع کرده از یک پدیده ای. جانباز نیست، جانباز. ما جانباز نمیخوایم، ما جانگیر میخوایم. خب جانباز داریم در مراحلی که کسی میره جانبازی میکنه، اوکی. ولی ایشون یک گواهه. خواهید دید که همین گواه بودن محسا دنیای ایران رو عوض میکنه. پس شهیده، شهید از شاهد میاد، شاهدم پارسیست، عربی نیست. شما در جاهایگاه هایی که خیلی میخواید مقدسش کنید که توی پوست و گوشت و خون مردم نفوذ بکنه، از واژه شهید استفاده میکنیم ما. منی که پایه‌گذار و بنیانگذار پارسیگویی تو هستم دارم بهت میگم، نه ای که شما بیان به خود من بگید آقا چرا اونجا گفتی شهید؟ علی رضا پهلوی نمیخواست کشته بشه، جونشو بده در راه اینا، نمیخواست. لیلا گفت من میخوام ژاندارک بشم، جونم بدم. علی رضا پهلوی پوتینای رضا شاه رو پاش کرد، گفت من میرم اوستا اینا رو ترتیبشون میدم، گفت اوستا من میام تو میدون، گفت اوستا من خلبانم، اوستا من تکاورم، اوستا من میخوام بیام تو خیابون. دنبال شهادت نب، کشته شدن نبود که بشه جان بازی کنه، محصول جان بگیره، کشتنش. شهید اونه، شاهده. تو تاریخ شاهدی است برای تو. شهید واژه قرآنیش ول کنین. تو خود قرآن من در کتاب های مختلف من با خدا رقصیدم، بخونین همینا توشه، نوشتم 40 سال پیش که خیلی از واژه هایی که تو قرآن هست پارسیه. مثل تکویر از کور میاد، مثل ابریق از آبریز ما میاد، مثل خیلی چیزای دیگه. شهید هم واژه ایرانی است که سلمان پارسی وارد زبان عرب میکنه، از شاهد میاد. اینم یادتون بر. شعر این بود: آنجا که روزی خانه عشق و صفا بود، دیگر به جان